سلام علیکم، من زهرالملوکم. داستان امروز داستان کاباره‌ای به اسم باکارا که یکی از معروف‌ترین کاباره‌های تهران تو دهه 40 و 50 خورشیدی بود، تو شمال شهر و درست زیر سینما آتلانتیک یا آفریقای امروزی، تو خیابون پهلوی اون زمان و خیابون ولیعصر امروزی، با فضایی ایرانیزه شده، با گنبد و محراب‌های آینه کاری شده روی صحنه. کاباره‌ای که همیشه تو یاد و خاطره مخاطبای اون سالها باقی موند و یکی از معدود کاباره‌های پایتخت بود که مردم به صورت خانوادگی تو اون وارد می‌شدن و بیشتر خواننده‌های جوان رادیو تلویزیون ملی هم تو این کاباره برنامه داشتن. شهر شهر فرنگ خوب تماشا کن، از همه رنگ خوب تماشا کن، خوب تماشا کن شهر ما رو سیاحت کن، قصه داری فراموش کن، قصه ما رو گوش کن. تو ایران کاباره بین مردم چندان خوشنام نبود. کاباره شکوفه نو که جز اولینا بود تو شهر نو بود و لاله‌زارم که بورس کافه و کاباره شده بود بعد از ماجرای 28 مرداد شده بود پاتوق کلا مخملیا و لاتا و نوچه هاشون. تصویری هم که تو فیلم های فارسی ازشون نشون میداد یا قصه دعوا و مرافعه یه سری لات مست بود یا قصه مصیبت رقاصه‌ای که برای لاتای مست میرقصید. خب این کاباره ها به اصطلاح خانوادگی نبودن و صدای رایج جاری تو این کاباره ها هم موسیقی کوچه بازاری بود. سوسن و آقاسی و امثال اونم بیشتر تو لاله‌زار اجرا می کردن. بین کاباره های لاله‌زاری شمشاد که بعدن شد مولن روژ تو لاله‌زار با بقیه متفاوت بود و با کاباره های معروف و جدیدتر رقابت می کرد. کاباره های جدیدتر فضاهای متفاوتتری داشتن و خانوادگی تر بودن و مدرن تر. تهران تو دهه 40 رونق گرفته از پولای کلان نفت فروش رفته و انباشت مالی در کنار مردمانی که به هر نحوی پاشون به کشورهای اروپایی و آمریکایی باز شده بود و خواهان تحولات و تغییرات گسترده اجتماعی بودن و این نسل جدید نسبت به نسل قدیم دنیا دیده تر بودن و موقعیت جدید و متفاوتی رو طلب می کردن. رستوران ها و کلاب ها و هتل ها در حال ساخته شدن بودن و این عرصه جایی برای یک تازه کسایی بود که تو این کار و مسیر پیش رو بودن و نبض مسیر زمانه رو در دست داشتن. داستان باکارا اما از اینجا شروع میشه. سینما آتلانتیک یا آفریقای امروزی یکی از بهترین و معروفترین سینمای تهران بود که تو خیابون پهلوی قرار داشت. آتلانتیک اولین سینمای خاورمیانه بود که از تکنولوژی سینراما تون استفاده شده بود و تو 13 بهمن سال 1343 با حضور محمد رضا شاه و شهبانو فرح رسما افتتاح شده بود. سینمایی پر از خاطره که طبقه زیرزمین اون کاباره باکاره قرار داشت. کاباره‌ای که خیلی از بزرگای آواز و هنر اونجا برنامه داشتن. در ورودی کاباره باکارا تو همون خیابون پهلوی و سمت چپ ورودی سینما بود که پله میخورد و میرفت پایین. ماجرای شکلی باکارا از اینجا شروع میشه که آشپز هتل و کاباره میامی که اونم تو خیابون پهلوی و سر عباس آباد بود به اسم آرتوش طبقه زیر سینما رو میگیره و به اونجا میرسه و شروع به بازسازی اونجا میکنه. که یه سالی مریض میشه و دیگه نمیتونه کارش رو ادامه بده. به خاطر همین تصمیم میگیره که ملکش رو بفروشه. خریدار ملک هم کسی بود به اسم محمد کریم ارباب. ارباب هم یکی از ثروتمندان معروف دهه 40 ایران بود. بزرگترین کاباره‌دار ایران و تهیه کننده سینما که به آل کاپون ایران معروف بود. همسر خانم جمیله رقصنده معروف هم بود. مردی که گفته شده سواد خوندن و نوشتن نداشت و پای سندار و مهر انگشتری میزد. محمد کریم ارباب بعد از مدت‌ها کاباره‌داری تصمیم میگیره که با خرید اینجا کاباره متفاوت راه اندازی بکنه و کاباره باکارا رو تو سال 1348 راه اندازی میکنه. تلفیق موسیقی و برنامه‌های مرتبط با اون همراه با خوردن و نوشیدن تو کاباره باکارا به اوج خودش رسیده بود و فضای اونجا با طراحی داخلی عجیب و به کارگیری فرم‌های محرابی و آینه‌کاری برای سال‌ها جایی برای سرگرمی‌های شبونه خانواده‌ها بود. مشتری باکارا با پرداخت هزینه‌ای نچندان زیاد به تماشای برنامه‌های مهیجی می‌نشستن که ارباب گرداننده کاباره ترتیب داده بود. اجرای رقص توسط بالرین های از نقاط مختلف جهان، خواننده های ایتالیایی و سیاه پوست و شوهای مختلف از جمله این برنامه ها بود. خواننده های ایرانی هم تو کاباره باکارا اجرا می کردن، مثلا ویگن، هایده، مهستی، گوگوش، همیرا، کوروس سرهنگزاده و
رقصنده همیشگیش هم کسی نبود جز جمیله، همسر مالک باکارا. میگن تو اون روزا نه تنها مردم تهران بلکه مردم از بقیه شهرها هم برای دیدن رقص جمیله به باکارا میرفتن. جمیله تو باکارا برای مهمونای برجسته خارجی هم میرقصید، مثل اوناسیس، ثروتمند مشهور یونانی که فقط برای رقص جمیله به اونجا اومده بود. جمیله کار خودش رو از کابار شمشاد یا همون مولان روژ شروع کرده بود، اما تو باکارا بود که به اوج شهرت خودش رسید. باکارا در بین سالهای 48 و 52 حسابی رونق گرفته بود، اما با مرگ ناگهانی مالکش تو بهت موند و آلکاپون قصه ما تو سن 44 سالگی درگذشت. با مرگ ارباب، جمیله همسرش مالکیت باکارا رو به عهده میگیره. حالا جمیله مونده بود و دو دخترش و یه دنیای کار و غم. سختی های زیادی رو پشت سر گذاشت تا تونست خودش رو جمع جور بکنه و دوباره به کارش برگرده. خود جمیله گفته زمانی که ارباب فوت کرد 5000 نفر براش کار میکردن و چون بعد ارباب نمیتونست تنهایی به کارش برسه، مدیریت تعدادی از سینماها و کاباره ها رو واگذار میکنه. جمیله 67% از سهام کاباره باکارا رو به حجازه میفروشه و 33%ش رو برای خودش نگه میداره. حالا با حجازی آشنا بشیم. پرویز حجازی که به صیاد ستارگان معروف بود و صاحب پخش صفحه گرامافون آپولو بود، از خانواده‌ای بود که حرفه‌ای این کار بودن. برادرش حمید کاباره ونک رو داشت و پدرش هم صاحب کاباره شکوفه نو بود و بین اونها رقابت شدیدی وجود داشت. باکارا با مدیریت حجازی هم خوش درخشید. خواننده‌ها و گروه‌ها طبق برنامه‌ای که از قبل مشخص شده بود برنامه اجرا می‌کردن و مردم هم همراه با صرف غذا و نوشیدنی به دیدن برنامه‌ها مشغول می‌شدن. باکارا یه سالن دیسکوتک هم داشت که طبقه پایین سالن کاباره بود. برنامه هاش از حدود ساعت 11 شب شروع می شد تا 3-4 صبح. بیشتر رقصنده هاش خارجی بودن و زن بودن و مشتری هاش هم برخلاف سالن اصلی اکثرا مرد بودن و تا صبح مشغول به زن و به رقص و خوشگذرانی بودن. دیسکوتک هر شب میزبان خیلی از آدمای معروف و با نفوذ بود. پرویز حجازی، مدیر معروف باکارا، تو طول اون سالا منشأ اتفاقات ریز و درش فراوونی بود که بیشتر از همه اونو تو معرض اتفاقات و مشکلات قرار میداد. از داستان چکای مختلف دوران گوگوش که تو اون زمان سر و صدای زیادی کرده بود تا رقابت‌های فراوون با پدر و برادرش که رقبای سرسختی براش محسوب می‌شدن و این آخری هم روابط عشقی اون با پونه، خواننده جوان که تو سال 1355 اونو وادار به خودکشی کرد. خودکشی پرویز حجازی تو سال 55 شد که بعدی کاباره باکارا بود. همسر و فرزندان پرویز حجازی مدت‌ها بود که تو انگلستان زندگی می‌کردن و اون چند وقتی بود که عاشق پونه شده بود و مدت‌ها بود که با هم دیگه زندگی می‌کردن. چند ماه قبل از خودکشی این دوتا از هم جدا میشن و شایعه شده بود که مشکلایی مثل بدهی و دوری از پونه باعث خودکشی پرویز حجازی شده. بعد از مرگ پرویز، برادرش حمید مالک کاباره ونک مدیریت کاباره باکارا رو به عهده میگیره تا با توجه به وصیت پرویز هزینه همسر و بچه‌هاشو که تو انگلیس زندگی میکردن تامین کنه. سالهای بعد از حجازی سالهای منتهی به انقلاب بود. با آتیش کشیدن بانک‌ها، سینماها، کاباره‌ها و مشروب فروشی‌ها همچنان ادامه داشت و هر روز ابعاد وسیع‌تری به خودش میگرفت. فشارا روز به روز بیشتر می شد تا اینکه کاباره باکارا تو تابستون سال 1357 تو آتیش خشم معترضان سوخت. پنجشنبه 12 مرداد سال 57 شب بسیار شلوغی تو کاباره باکارا بود. کاباره ساعت 8 شروع به کار کرد و برنامه از ساعت 10 شروع می شد تا پاسی از صبح ادامه داشت. اون شب کاباره نمی دونست که داره آخرین نفساشو می کشه. ساعت 3:45 دقیقه بود که دیگه آخرین نوازنده تک نواز ویولون هم از سن میاد پایین و نگهبان‌ها اعلام می‌کنن که آقایون کاباره تعطیله. ساعت 6:30 صبح رضا خاوری سرآشپز شیفت صبح از در کوچه پشتی وارد کاباره میشه و به محض پا گذاشتن تو پله‌ها با حجم عظیمی از دود و آتش روبرو میشه. سریع به سراغ همکاراش میره و با کپسولای آتش نشانی به سمت آتش حرکت میکنن. اما دیگه کار از کار گذشته بود و زبونهای آتش به سینما هم سرایت کرده بود و همین باعث شد که آتش بیشتر بشه و کاباره و سینما آتلانتیک تو 14 ساعت تو آتش سوختن.
کاباره باکارا و سینما آتلانتیک سوخته و بیرمق بعد از انقلاب توسط نهادهای تازه شکل گرفته دولتی مصادره میشه و باکارا به صورت یه انبال خیلی خیلی بزرگ در میاد که تو اون انبوهی از فیلم ها و نگاتیف ها و عکس ها و پوسترها و عکس های ویترینی فیلم ها و حتی تجهیزات سینمایی که مصادره شده بود رو نگهداری میکردن. به این ترتیب داستان کاباره بزرگ شهر زیر پوست شهر دفن میشه. سینمای بزرگ آتلانتیک سینما آفریقا میشه و اون بستر سرگرمی خاموش. مرسی از اینکه با این ویدیو هم همراه من بودین. یادتون نره که این پست رو لایک کنید، نظرتون رو کامنت کنید و اگر تا به حال عضو کانال من نشدید دکمه سابسکرایب رو بزنید.